یالا رقص شادی. خود میبری بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیره، زن و پیره من و حتی من و سرکار میذاری. شیطان نازی با من نکن بازی، خوب ده میبری. دنبال حریم توی کوچه خم و تر چنگاهی میگیریم بوسه از هم جور از به سرایت دنیا میخورشید هم بیدار میشه دیگه صبحامون اصلا نیستیم توی کار زمانه. من برای تو هم و تو هم برام من ببینه ای دل شب و روزش توی دختر اگه یه سامی هم نبینه ای کلا گلچینی بود از عکس‌های صورت‌های خنده‌دار شما. طبق معمول همیشه تعداد عکساتون خیلی زیاد بودن. یه مقدار دیگه‌شو دوباره آخر برنامه بهتون نشون میدیم. این دفعه دخترها خیلی شجاع‌تر از پسرها بودن و بیشتر عکس فرستادن از صورت‌های خنده‌دارشون. اما برای هفته آینده و سوژه هفته آینده ازتون میخوام که از اون لباس مورد علاقتون برام عکس بگیرید. فرقی نمی‌کنه، میتونه لباس مهمونی باشه، میتونه لباس ورزش باشه، اون لباسی که بیشتر از بقیه لباسا دوستش دارین برام عکس بگیرین. فقط یادتون باشه که تا یک شنبه شب وقت دارین که اینا رو برای من بفرستین. یک طراح لباس در آتلانتا به این نتیجه میرسه که خیلی علاقه داره که برای گربه ها کلاه بدوزه. اون شروع میکنه به طراحی کلاهای مختلف. اون عقیده داره که میشه با این کلاها حتی گربه هایی که خیلی پرخاشگر هستن حمله میکنن بهتون، اصلا اخلاقای خوبی ندارن، خیلی اونا رو زیبا جلوه بدین. اون حتی مشاوره میده که چجوری این کلاها رو سر این گربه ها بذارین که زیاد بهتون نپرن و قرم نزنن. فکر کنید طراح لباس که کلاه گربه میدوزه میذاره سرشون. یک دختر 19 ساله به اسم هندرسون علاقه عجیبی به خوردن تاید و صابون داره. اون چند سال پیش وقتی که داشته لباساشو میشسته همینجوری این پودر ماشین لباسشویی رو برمیداره و مزه مزه میکنه و خیلی خوشش میاد و به نظرش که از خوشمزه ترین چیزایی بوده که تا حالا خورده. اون مرتب میره حموم و در هر حموم رفتنش 5 تا قالب صابون میخوره و تازه بستگی به این داره که چقدر حالش خوب باشه. مثلا هر وقت خانواده‌اش دوره یا دست اونا ناراحته بیشتر رجوع میکنه به خوردن صابون و پودر ماشین لباسشویی و اینا. دکترها میگن که اون با این کارش بیشتر آرامش میگیره. فکر کنین صابون، پودر ماشین لباسشویی. یک دختر خانم ایتالیایی میخواسته عروسی کنه، میگه بذار یه کاری بکنم که هیچ وقت این عروسی از یاد هیچکی نره. برمیداره تور عروسیشو 3 کیلومتر سفارش میده، 600 نفر رو استخدام میکنن که فقط این تور عروسی رو با این خانم حمل بکنن. گفته با این کار هم معروف میشم، هیچ وقتم شوهرم من یادش نمیره که چه بلایی سرش آوردم با این 3 کیلومتر تور عروسی. خب همونطور که همتون میدونین این خبر تکون دهنده مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس دیگه همه جا پخش شد. بله آقای رویانیان رو میگم که ایشون خیلی هنرهای زیبایی هم دارن. اول از همه مداحی. سيعرفوا فإذا عرفه أبده. دوم از همه چون به قول خودشون پلیس بودن برای همه این قوانین راهنمایی رو خیلی قشنگ ایشون رعایت میکنه. فکر میکنید این ماشین کیه تو پیاده رو پارک شده؟
مردم میرم جنازه. خب باشه برادر قربان نگاه کن این برو ببین خدا وکیلی منصفانه خب باشه این بحث درسته درسته حالا ولی این بهونه است اونایی که درسته رو قبول کن بهونه است لااقل اونایی که درسته رو اصلا ماشین تو پیاده رو نمواد پارک بشه و سوم از همه ایشون چون نمیخواست تا 3 ماه با کسی مصاحبه بکنه یهو چند شب پیش توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی ایشون 45 دقیقه صحبت میکنه که 7 دقیقه وقتی از ایشون میپرسن که چرا ایشون اصلا این شغل رو قبول کردن که بشن مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ایشون توضیح میدن که من خب آخه به فوتبال علاقه داشتم بچه‌های من خیلی فوتبال دوست داشتن همشون پرسپولیسیان البته من نمیخواستم تا 3 ماه با کسی مصاحبه بکنم اما خب شما میدونید پرسپولیس طرفداران زیادی داره خب من به فوتبالم علاقه داشتم بچه‌هام همشون به فوتبال علاقه داشتن در نتیجه با وجود اینکه من نمیخواستم تا 3 ماه دیگه با کسی مصاحبه بکنم اما گفتم بالاخره من به فوتبال علاقه دارم بچه‌هام به فوتبال علاقه دارن طرفداران پرسپولیس خیلی زیادن گفتم بالاخره به این مصاحبه بکنم البته من نمیخواستم مصاحبه بکنم ولی چون طرفدار پرسپولیس زیاد هستن منم به فوتبال علاقه دارم بچه‌هام به فوتبال علاقه دارن بالاخره همه ایرانی‌ها فوتبال دوست دارن بالاخره الان توی شهرهای ما همه ارج میکنن تیم تو خونه که نشستن خانواده ها تیم ارج میکنن اظهار نظر میکنن بالاخره ما بچه‌هام فوتبالی ان پرسپولیسی ان خیلی دوست دارم فوتبال رو زندگی میکنم بچه‌های من خونه خانواده من ولی میخواستم تو ورود به این عرصه واقعا سکوت کنم تا کارهای دیگه شو برسم من هم تعصب دارم به فوتبال از برد پرسپولیس منم خوشحال میشم از شکستش ناراحت میشم دیگه بالاخره من فوتبال دنبال میکنم خانواده من همینطور عرض کردم من وقتی دیدم که فوتبال هست پرسپولیس هست و بسیاری طرفداران 20 میلیونی در داخل و خیلی هم در خارج من فکر کردم شاید خوب باشه من 33 سال تجربه کاریمو در اینجا به کار ببندم بین المللیه واقعا تو دنیا میشناسم پرسپولیس رو و تعابیری هم به کار میبرم برای لقب به پرسپولیس و کشورهای همسایه ما همه دوست دارم پرسپولیس رو طرفدار زیادی داره تو کشورهای مختلف و ضمن این که ما بیشترین طرفدار رو در ایران تیم پرسپولیس داره خب چون فوتبال برای من مهمه خیلی من فوتبال رو خیلی دوست دارم نبینم تنها نشستی منتظر کی هستی تو فکرم من اومدم ازت بپرسم که کلا تو به چه چیزی خیلی تو زندگیت علاقه داری چه کاری منظورت چی کار میخوام انجام بدم آره کلا مثلا کار مورد علاقه که چی دوست دارم از کجا فهمیدی چیو آها اصلا قصه رو نمیدونستی اینو گفتی نه خب میدونی چیه راست میگی؟ واقعا میدونی قصه چیه؟ من همیشه فکر کردم حسودی میشد به اینا که ارکستر سمفونیک رهبرش بودن خب چه رفتی داره؟ رفتم یه سری دنبال کار رو اینا اگه بهم کار بدن اینجا برم سر کار مگه یعنی چی نفهم؟ یه بار دیگه بگو رفتیم رهبر ارکستر سمفونیک بشی؟ دوست دارم خب فقط چون علاقه داری؟ بله بعد رفتم چیز مصاحبه کردم من گفتم قبول آخه ببین چی یه آشنا داشتیم رفتم باشون صحبت کردم تازگی‌ها یه شغل گرفتن خب برای من دیدم موفق بودن تو شغل مهم بوده رفتم پرسیدم که درود بر شما درود بر شما کی شغل جدید گرفتن دنبال کار می‌گردن تو به چی علاقه داری پاره وقت دیگه من صحبت هم تمام بکنم به شما هم میرسیم فقط منو در جریان بذارید ببین فقط کافی علاقه داشته باشی تمامه که خدای مجریگری مسلما جز مجریگری به کار دیگه ای علاقه نداره داره. چرا چرا اتفاقا من خیلی دوست داشتم بشم مدیر شبکه 3 سیما میخندی چرا چرا ببین این همه سریال های جذاب میبینیم بعد من سریال نه که خودم خیلی دوست دارم مامانم اینا چقدر سریال دوست دارن اونا سریال میبینن بعد میخندن بچه فوتبال نشون میده برنامه 90 داخلش هست خیلی من خیلی علاقه دارم خیلی دوست دارم واقعا اگر این آقای الان مدیر شبکه 3 سیما اگه میخوان استعفای چیزی بدن من الان آمادگی خودم رو اعلام میکنم برای بیارم سر جاشون بشینم علاقه مهمه ببین شما به کار باید علاقه داری حالا سر رشته نداری فدای سره یاد میگیری تجربه نداری تخصص نداری گروه تخصص شما باید بری تو کاری آسینا رو بزنی بالا تو کار یاد میگیری منم میرم یاد میگیرم دیگه علاقه دارم باشه امری باشه خوبه گیر شدم گفتم برم بشم رئیس لوی ویتون تجربه هم داری؟ نه عاشق کفشم تو خیلی مهمه کفش خیلی دوست دارم خیلی بعد میخوای بشی رئیس لوی ویتون
خب آره دیگه، خب اونم اصلا کفش دوست داشته شده رئیسش دیگه، صاحب قبلیه حالا منم الان قرار من بشم، ولی قبلا احتمالا صاحب قبلیه دوست داشته. یادتونه چند وقت پیش بهتون گفتم که این جوجه رنگی ها رو نخرین؟ الان دارن منتشر میکنن که این جوجه رنگی ها اصلا عامل انتقال بیماری هستن به انسان ها. حالا جدا از این که چه کار زشتی این کار که بخواین جوجه رنگی بخرین، بدونین که با خریدن اینها مریض هم میشین. پس یادتون نره که جوجه رنگی نخرین. ما چون هیچ مشکل دیگه توی کشورمون نداریم، این مسئله دریچه ارومیه رو آقای احمدی نژاد چند وقت پیش با محاسبات درستش حل کرد و این مسئله اختلاس هم که اصلا مهم نبود، چیزی نیست، برای همین آقای احمدی نژاد برداشتن این وزیر اقتصادشون رو با رئیس بانک مرکزی رو با خودشون بردن نیویورک و این مسئله تورم و گرونی و بیکاری و اینا هم که اصلا معضل نیست، فقط میمونه چی؟ مدیریت جهان که آقای احمدی نژاد هر ساله خیلی خوب پسش برمیاد. و دوم از همه هتلی هستش که آقای احمدی نژاد تشریف بردن. البته هر سال این مشکل رو داشتن توی نیویورک، هتلا از زیر بارش در میرفتن و قبول نمیکردن برای اینکه از آقای احمدی نژاد پذیرایی بکنن. بالاخره یه هتلی به اسم واریک در خیابون منهتن پیدا شد که امسال حاضر پذیرایی از آقای احمدی نژاد شده. اصلا این خرج و مخارج اون همه پلیسی که اونجا وای میسن ازشون دفاع میکنن اصلا مهم نیست. بریم یه خلاصه ای از داستان این هتل و قیمتاش و اتاقاش و اینا بشنویم. این هتلی که الان دارین توی عکس ها میبینین و این اتاقای خوشگل و رنگ و وارنگش، هر یه شبش سویت های دو نفرش بین 1800 تا 2200 دلاره. تازه اینایی که دارم میگم بدون در نظر گرفتن سرویس غذا هستش، یعنی بدون غذا این 100 نفر 5 روز توی این هتل باید 100,000 دلار پول بدن. حالا بگیرین که میخوان غذا بخورن که حتما غذا میخورن، اونم میشه نفری 200 دلار که بازم تعداد اینا چند نفره؟ 100 نفر. 10 روزش میشه چقدر؟ دوباره میشه 100,000 دلار. یعنی طی این اقامت 5 روزه آقای احمدی نژاد 200,000 دلار خرج میشه. اما انگار آقای احمدی نژاد اصلا از هتلش و غذاهاش و این چیزا راضی نیست. چون زنگ میزنه بیرون میگه چلو کباب براش بیارم. The Iranians could be seen milling around all day eating lunches provided by a local kebab joint. اولین خبر داغ این هفتمون عذرخواهی آقای رضا رویگری در برابر یک دوربین خانگی برای بازی در فیلم اخراجی هاست. این شما و این هم امروزه. خب من همیشه دلم میخواد کارهایی رو بکنم که واقعا مردم ما همه دوست داشته باشن این کارها رو. طبیعیه که تو این راه همه ما بازیگرها یه وقتی یه نقشایی رو بازی میکنیم یا فیلمایی رو بازی میکنیم، یه جوری بازی میکنیم که توقع مردم بیشتر از ایناست از ما. اونی که توقع دارن نبوده، یا مثلا اگر خوب بازی کردی خود مضمون و قصه رو نمیپسندیدن. طبیعی که بازیگر حتی مارلون براندوش فیلمای بازی کرده که خودش هم گفته من دوست نداشتم، میگه ما که مشخصه. اگر من با مردم صحبت دارم، اگر من نقشی رو بازی کردم تو کاری بودم که مردم دوست نداشتن، یک عده‌ای میگن دوست نداشتن که واقعا مثلا من اینجوری بازی کنم یا این نقش رو بازی بکنم، فقط یک کلم میگم، انسان جای زور خطاست. منم یک انسانم و ازشون میخوام که منو به کیان ایرانی ببخشن. تمام. بالاخره صدای آقای بیژن بیرنگم در اومد که میگه وزارت ارشاد چرا ما رو انقدر معطل کرده، ما مجوز نمیده، مگه با اسم برنامه مشکل داره؟ زودتر ما بگه. خب آقای بیژن بیرنگ دیدین که همینطور هی دارن میگن حق ندارین که اسم مغازتون رو بذارین من و تو، یعنی که خیلی حرف زشتی دیگه. چطور اون اشکال داره به فرمایشام اشکال نداره؟ خب باید اینم اشکال داشته باشه دیگه. شوک اولمون باز آقای احمدی نژاد هستن که آقای احمدی نژاد شما بله؟ سوال مطرح کنم که افسانه خانم از لندن نوشتن آرزو دارم جناب آقای احمدی نژاد رو حضوری ملاقات کنم، امکان ملاقات با شما وجود دارد؟ بله اگه تلفن و اینا رو بدن شما بدید قرار میذاریم. حالا اگه ما نیویورک هستیم میتونن بیان اینجا ملاقات بکنیم یا نه وقتی که اومدن ایران یا هر کشور دیگه که ما بریم اگر تلفنشون باشه
اطلاع میدیم که اگر بتونن بیان اونجا ملاقات میکنن. این آقای روانزاده که تشریف ندارن، این آقای حسن عباسی قشنگ جاشو برای ما پر میکنه. ایشون فرمودن که وقتی شما میرین میشینین پای لپتاپتون یا کامپیوترتون یا هر چیزی، از طریق اون وبکم و اون دکمه ها صدای شما ضبط میشه، اثر انگشتتون رو میگیرن، هر کاری که میکنین ثبت میشه واسه آمریکایی‌ها. یعنی تمام کارهایی که شما با کامپیوترتون انجام میدین یه سر مستقیم به سیستم اطلاعاتی آمریکا وصله و همه چی رو در مورد شما میدونه. من نمیدونم اگه همچین چیزی اینقدر اونا بیکارن که نشستن، این ایده که توی ایران چندین میلیون نفر حداقل به اینترنت دسترسی دارن، دارن باش کار میکنن دیگه، اطلاعاتشو میگیرن، پس چقدر بیکارن ها. اونجا وای میسن دوباره از اول همه رو انگشت نگاری میکنن، اینا مگه همه اطلاعاتو ندارن؟ آقای حسن عباسی لطفا اینم از طریق اون شک و بهتتون بیان یه تحلیلی بکنید. یه بار این موتور سوار بهتون نشون دادم که بدون دستاش با موتور میرفت، این دومیش. میخوام یه شخص جدید رو بهتون معرفی بکنم که مطمئنم خیلیاتون حتی اسمش هم تا حالا نشنیدین، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی، که شورای نگهبان ایشونو از طرف نمایندگی تهران برد مجلس هشتم. ایشون تحصیلاتشون رو در آمریکا انجام دادن و اینا، الانم که دیدین وبلاگ نویسی خیلی مد شده، ایشون دست به قلم بردن و یک چیزای باحالی نوشته که باورتون نمیشه. یکی از چیزایی که نوشته این که برای اینکه شما دچار مشکلات جنسی نشین، گفتن نباید آجیل بخورین. یعنی ابدا آجیل نمیخورین، ولی خب از این طرف گفتن سوهان قم و گز اصفهان اشکال نداره. من فکر کنم منظورشون پسته رفسنجان بوده. و در یه طرف دیگه هم گفتن که آدمای مجرد وقتی میرن حموم نباید لباساشونو در بیارن، یعنی حتما باید با لباس حموم بکنن. به نظر من خیلی فکر خوبیه، با این پول آب و برق و اینا که داره میاد، شما دیگه پول ماشین لباسشویی و پودر ماشین لباسشویی هم نمیدین، خیلی راحت یه سر همه چی با هم دیگه شسته میشه. حتما فکر اینو کرده، این حرفو زده. این خبری که الان میخوام بهتون بدم بیشتر از شوک یک فاجعه است. اعلام کرده بودن که امسال ما 19 میلیون دانش آموز داریم، اما وقتی که سال تحصیلی شروع شد فقط 12 میلیون دانش آموز ثبت نام کردن، یعنی 7 میلیون نفر ترک تحصیل کردن، نزدیک به 40%. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ تو مهم نیستش که، مدیریت جهان مثل که مهمتره. یک دوست عزیز این عکس برای من فرستاده بود و اینو نوشته بود که حالا بگین ما آزادی نداریم، اینم آزادی. آقا قشنگ تو روز روشن کنار خیابون توی ماشینش داره واسه خودش حال میکنه. حالا همین آقا اگر میخواست آبازی بکنه تا حالا 100 باره گرفته بودنش، ولی این چیزا مثل این که اشکالی نداره. چقدر شوک شدیم، این همه شوک واقعا یه زنگ تفریح احتیاج داره. جنگ ستارگان از نوع گربه ایش تا حالا دیدین؟ ده ندیدین دیگه. بعضی ها فکر میکنن چون خودشون چاقن باید حیوان خونگیشون هم مثل خودشون چاق باشه. بابا این گربه بدبخت گناه داره، چقدر بهش غذا دادی آخه؟
و این هم عکس العمل یک بچه بد اخلاق بعد از شنیدن یک آهنگ. و حالا میخوایم بریم سراغ یک پسر 10 ساله به اسم هادی که الان 26 سالشه اما اون موقعی که کوچولو بوده انگلیسی رو مثل بلبل فضایی صحبت میکرده، برای همین آهنگای مایکل جکسون همش رو حفظ بوده و میخونده. وقتی که راهی ایران بودی زاگلو. رسیدیم به قسمت زرشک طلایی این هفتمون و 5 تا از ظریف‌ترین کارهای آقای ضیا که شما بهش رأی دادین. از آهنگ شماره 5 شروع می‌کنیم که توی لیستمون نبود اما یک عالمه کامنت گرفتیم که چرا این آهنگ شما توی لیستتون نذاشتین. اسم آهنگ هست زاگالو. میخواییم بدونی زاگالو کیه؟ زاگالو یه بازیکن برزیلی هستش که ضیا جان باهاش کل انداخته. چرا؟ به خاطر اینکه سال 1977 ما بعد از اینکه کویت رو شکست دادیم وارد جام جهانی شدیم و ایشون داشته به این آقای زاگالو میگفته که ایران انقدر قویه که شما رو هم شکست میده. در از این شعر رو میخونم. گویم به ایران نیا گویی نه چرا نه زاگالو، پیش دل ایران نیا گویی نه چرا نه زاگالو، اگه ایرانی رو میشناختی تو زاگالو، نمی اومدی نمی باختی تو زاگالو، مرد فوتبال جهان زاگالو، دیدی خوردی از ایران زاگالو، مرد فوتبال جهان زاگالو، دیدی خوردی از ایران زاگالو. توی این شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من چقدر راه اومدم تا فرودگاه اومدم. آقای ضیا اون از این که آقای زاگالو رو تهدید می‌کردی، این از این که میگه همه چشما دنبالته، یه خود خودخواه و مغرور و این خودپسندی نیست به نظرتون؟ توی این شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر راه اومدم تا فرودگاه اومدم، دل من پر از غمه نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یالمه. آهنگ شماره 3 اسمش هست یا مصطفی که آقای ضیا انقدر به این مصطفی بدبخت گیر میده، یه دقیقه بهش میگه برقص، یه دقیقه بهش میگه مسته، یه دقیقه بهش میگه که این بی وفاست، بعد از اون میگه وقتی که میرقصه بی نقصه، بالاخره به کدوم ساز؟ یا مصطفی بازم که مستی ز مستی جام تو زدی شکستی، بیا 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 یا مصطفی بی وفا، بیا 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 یا مصطفی بی وفا، سلام علیکم یا مصطفی کجایی بوده یا اصلا قرار بود که ترانه فیلم رینگو رو بدن آقا ضیا اما نشد دیگه، چون ایشون بعد از اینکه فیلم اکران شد این ترانه رو منتشر کرد، البته با دوبله و گزارش کامل از فیلم. از مالکرین تا تگزاس، از بیبیان تا کانزاس، هرچه دوز بید و کشتش یه دلار نام نماشش، شریف گو یکینه گو جو رینگو. و در آخر آهنگ شماره 1 که بیشترین رأی آورده، آخه آقای ضیا چی فکر کردین؟ یک لحظه فکر میکردین اگه یه بچه ای اسم باباش حسن بود بعد میخواست بره مدرسه چقدر مسخرش میکردن با این آهنگ؟ یا مثلا یه آقای دیگه اسمش حسن باشه میخواد بره خواستگاری، بعد همون موقعی که میره تو خواستگاری مثلا این آهنگ از تلویزیون پخش بشه، وقت فکر کنین چه اتفاقی میفته. حسنی بده با 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 با
اینم از زرشک طلایی این هفتمون. هفته دیگه میریم سراغ 5 تا از ضعیف‌ترین کارهای خانم نوشافرین. سالیتا که شماره 48 هم در همینجا تموم شد، فقط 2 قسمت دیگه باقی مونده از سری اول این برنامه. یادتون باشه که برای من ایمیل بزنین و نظر بدین که دوست دارین سری جدید چه مثلا مشخصاتی داشته باشه، دوست دارین چه موضوعایی بهش اضافه بشه یا کم بشه. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم. برای سوژه هفته یادتون نره که حتما تو اون قسمت سابجکت یا موضوع بنویسین که لباس مورد علاقه و فقط تا یک شنبه شب وقت دارین که عکس‌ها رو برای من بفرستین. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستم و مثل همیشه شما همتون میدونین که اینجا همه چی در همه. میام پشت خطت، خیلی شروع شده سرت، وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشه کار بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیلی سرت، یالا یالا رقص و شادی.